سلام مجدد دارم حضور تک تک شما گرامیانی که تاکنون ما را همراهی میکنین و بیننده برنامه خود هستین. در این بخش از برنامه میخواییم به نکات مهمی که در زندگی نقش خیلی مهمی داره و در زندگی زن و شوهر و در بین زن و شوهر نقش مهمی در بین ارتباطات از اونا داره اشاره بکنیم که اولین نکاتی که هست رازهای خوشبختی در زندگی زن و شوهر هست که چه قسم بخوایم خوشبخت باشم در زندگی خود، که اولین نکته میتونه در زندگی خانوادگی خود رازدار باشم. زمانی که پیوند و ارتباط دوفرد برقرار میشه و در روز عقد نکاح و یا زمانی که دوفرد با همدیگر میخوان ازدواج بکنن، اولین نکته صداقت در پیوند و در ارتباط دو طرف میباشه. زمانی که زن و شوهر با همدیگر صداقت داشته باشن، صداقت در گفتار، صداقت در عمل و صداقت در زندگی مشترک و در تربیت و تصمیم گیری و در تمام مراحل زندگی، و این میتونه یک ارتباط خیلی خوب، یک خانواده مستحکم و در نتیجه یک خانواده قوی، و اگر احتمالاً فرزندهایی که در او خانواده بزرگ میشه میتونه افراد صادق بار بیاین و جز افراد صادق جامعه باشن. و این خود از او تأثیر پذیری پدر و مادر هست، صادق بودن پدر و مادر هست که میتونه یک قسم تأثیرات مثبت در زندگی زناشویی داشته باشه. نکته بعدی که میخواییم روی از اشاره بکنیم، زندگیتان را با دیگران مقایسه نکنید. مقایسه کردن در زندگی همیشه، زمانی که اگر مرد بیای مقایسه بکنه زندگی خوده، همسر خوده، رفتار همسر خوده و به طور کلی تمام ویژگی های زندگی مشترک خوده با زندگی فرد دیگر فرق نمیکنه، او یک فرد خودی باشه و یا فرد دیگونه، این مقایسه کردن باعث تعظیم میشه که ما همیشه نکات ضعف زندگی خود با نکات قوت زندگی دیگران مقایسه بکنیم. زمانی که ما نکات ضعف زندگی خود با نکات قوت زندگی دیگران میایم مقایسه میکنیم، مطمئناً در این ویژگی های مثبتی که دو نفر و به خصوص در بین خانواده وجود داره اونا از بین میره و در نتیجه همیشه ما منفی های زندگی، نداشته های زندگی و نکات ضعف خود را یادآور میکنیم و این باعث خراب شدن زندگی و ارتباط بین زن و شوهر میشه. در نتیجه و این مقایسات در خانواده زیاد شده و اساس و بنیاد یک خانواده مستحکم از بین میره. اگر میخواین یک زندگی خیلی خوبی داشته باشین، پس همیشه مقایسات از زندگی خود حذف کنیم. اگر گاهی اوقات میخواییم مقایساتی داشته باشین، بیاییم زندگی فعلی خود با زندگی گذشته خود مقایسه بکنیم. پس اگر ما خواسته باشیم مقایسه هم بکنیم، خود با خود، زندگی خود با زندگی خود مقایسه بکنیم و این باعث از این میشه که ویژگی های مثبت، نکات مثبت، خوبی های زندگی ما بزرگ نمایی کرده و نکات ضعف زندگی خودشناسایی و اونا رو بتونیم از بین ببریم. نکته بعدی که خیلی مهم و ارزشمند است در زندگی دو طرف، میتونه این که هیچگاه به تنهایی تصمیم نگیریم. زمانی که دو فرد با همدیگر ازدواج میکنن، وارد زندگی مشترک میشن، داخل یک خانه زندگی میکنن، تصمیماتی که در خانواده گرفته میشه این خیلی مهم و ارزشمنده که هر دو طرف نقش خیلی مهمی داشته باشن. اگر آقا قرار کار انجام بده، با تصمیم گرفتن، با خواستن نظریات، ایده و تفکر خانم خود و با یک جا کردن ایده خانم و آقا میتونم یک تصمیم خیلی خوبی داشته باشم، و اگر هر کدام در تصمیم گیری به کدام مشکلی برمیخورن، کوشش بکنم خود از اونا مسئله بین خود را حل بکنم و در نتیجه به تصمیم واعدی برسن، و ای که هر کدام به نوبه خود بیایم تصمیمات زندگی خود بگیرم، به این یک پارچگی خانواده را از بین میبره. به نحو زمانی که یک پارچگی ارتباط زن و شوهر از بین میبره، یک پارچگی به بنیاد خانواده را از بین میبره و در نتیجه میتونه او خانواده آنچنان که باید رشد بکنه، آنچنان که باید خانواده سالمی باشه، وجود نداره. نکته بعدی که میتونه خیلی ارزشمند و مفید باشه و خوشبختی در زندگی مشترک ایجاد بکنه، میتونه موضوع به هم احترام گذاشتن هست. به هم احترام بگذارید، خصوصا در مقابل دیگران. احترام گذاشتن نقش مهمیه. زمانی که دو نفر وارد ارتباط میشن، وارد رابطه میشن،
هر دو طرف نیاز دارن و نیاز هر دو طرف هست که بیاین به نظریات یکدیگر، به عقاید یکدیگر و به تصامیم یکدیگر احترام بذارن. زمانی که احترام گذاشته شه، زن از شوهر احترام بگذاره، سپاسگزار همدیگر باشه، در تصامیم از او احترام بگذاره، به رفتار از او احترام بگذاره، به گفتار از او احترام بگذاره، در نتیجه شیرازه که زندگی مشترک و خانواده روز به روز زیادتر شده و در نتیجه میتونیم به نیاز یک خانواده خوب و مستحکم داشته باشیم. پس احترام گذاشتن در نقش خیلی مهمی داره، به خصوص گاهی اوقات که اگر اشتباهی از طرف، به طور مثال اگر در یک جمع زن و شوهر نشسته هستن و دیگه اطرافیان اقوام هم نشسته است، اگر احتمالا کدام اشتباهی کوچیکی از طرف مرد سر میزنه، زن باید از او چشم پوشی کرده و احترام بگذاره و تعقیب، تمسخر و به روح شوهر نکشه. و اگر احتمالا از خانم کدام اشتباه کوچیکی سر میزنه، بیاین با همدیگر احترام همدیگر حفظ بکنن و میتونن زمانی که خود از اونها رو در رو هستن با تنهایی هر آن اشتباهی که از هر دیگر سرزنه بتونن او اصلاح بکنن و در نتیجه ای که به در بین جمع و در حضور دیگران باعث احساس حقارت و تغییر شدن همدیگر نشون. موضوعات بعدی و نکات بعدی که ما میخواییم به عرض حضور تمامی شما گرامیان درسانیم که میتونه نقش خیلی مهمی در خانواده و در تربیت اطفال داشته باشه، عوامل ویران کننده زندگی مشترکه. ما اما قسمی که اشاره کردیم رو عواملی که میای زندگی مشترک رو میسازه، اساس و بنیاد خانواده رو مستحکم میسازه، بعد از نکاتی هم هسته که میتونه زندگی مشترک و شیرازی زندگی مشترک هم از بین ببره. به او علت ما این نکات یادآور میشیم که اگر احتمالا در زندگی شما گرامیان وجود داره، اینها از زندگی و از رشد و پیشرفت از اینا جلوگیری بکنیم که تا استحکام خانواده شما رو به خطر روبرو نسازه. از جمله از این نکات میتونه به یکی فقدان ارتباط کلامی مناسب با هم. ما اما قسمی که میدانیم ارتباط ما یکی ارتباط کلامی و ارتباط غیر کلامی هست. ارتباط کلامی نقش مهمی در بین دو طرف داره. زمانی که خواهر فرد باشه خواسته باشن احساسات همدیگر با احساسات خود به همدیگر انتقال بدن و موضوعات خود و خواسته های خود با همدیگر انتقال بدن، از طریق زبان هسته که ما میخواییم نیاز خود، خواسته خود از یک از طرف شوهر، پدر، مادر و هر آن کسی که در زندگی با هور روبرو هستیم خواسته باشیم. پس نیاز ما با زبان، بر علاوه که زبان بدن ما نشان دهنده از او هست، زبان کلامی ما نقش مهمی داره. پس با الفاظ مثبت، با الفاظ خوب و با الفاظ احترام‌آمیز صحبت کردن و نیازهای خود رو گفتن میتونه نقش خیلی مهمی داشته باشه، برعکس از اینکه ما به زبان خیلی خشن و با زبان خیلی بد بیایم نیازهای خود رو به طرف مقابل ابراز بکنیم و در نتیجه باعث از بین رفتن ارتباط بشه. نکته بعدی اینه که خودخواهی و غرور بیجا هسته. خودخواهی و غرور بیجا، ما یک نوع احترامی که گفتیم، تصمیم گیری گفتیم و این موضوعاتی بود که نقش مهمی داشت. خودخواهی و غرور بیجا از جمله نکاتی هسته که ضعف کننده، ضعیف کننده و از بین برنده ارتباط زن و شوهر، ارتباط افرادی که در یک خانواده هستن وجود داره. غرور بیجا، ما گاهی اوقات زمانی که به طور مثال دو نفر با هم دیگر ازدواج میکنم، از لحاظ طبقات اجتماعی از هم دیگر فرق دارم. یکی شاید آقا در طبقات اجتماعی، از لحاظ اقتصادی در طبقات اجتماعی قرار داره، خانم در طبقات اجتماعی پایین‌تر قرار داره و به نحوه برعکس، یا خانم بالاتر آقا پایین‌تر. و این که زمانی که اینا نسبت به پول و ثروت و تحصیلاتی که از هم دیگر بالاتر دارن یا پایین‌تر دارن غرور و تکبر داشته باشن، در نتیجه آنچنان که باید زندگی مشترک خوبی داشته باشن نمیتونن پیش ببرن. در نتیجه زندگی مشترک زندگی هست که ما با همدیگر بسازیم، با همدیگر در ارتباط باشیم و غرور و تکبر از زندگی خود دور بسازیم. نکته بعدی دیگه عدم گذشت و بخشش در زندگی است. عدم گذشت و بخشش در زندگی میتونه شیرازه زندگی مشترک را از بین ببره، چون سپاسگزاری کردن، بخشش، سرپوشی از اشتباه ها، سپاسگزاری کردن و بخشش، اینا همگی باعث عظیم میشه که ما گذشت بکنیم از ارتباطات.
زمانی که زن و شوهر وارد ارتباط میشن، نظر به تفاوت‌هایی که دارن، نظر به نیازهای متفاوتی که دارن، نظر به تفاوت‌های ذاتی که خداوند با آنها عطا کرده دارن، زمانی که اونا صبر و گذشت در زندگی خود ندانن، این فردم گذشت نداشته باشه، خانمم گذشت نداشته باشه، آقام گذشت نداشته باشه، در نتیجه نمیتونم پایه و اساس یک زندگی خوب داشته باشم. پس گذشت و بخشش در زندگی خود همیشه استفاده بکنیم تا بتونیم یک زندگی خیلی خوب داشته باشیم. نکته بعدی دروغگویی و عدم صداقت است. ما قبلا اشاره کردیم که صداقت جزی از پایه‌های زندگی مشترک است. زمانی که صداقت وجود داشته باشه، استحکام زندگی مشترک زیادتر شده و زمانی که دروغگویی و عدم صداقت پیدا شد، اعتماد، صمیمیت، ارتباط خوب، همدلی به این که پایه و اساس زندگی مشترک از بین میره. تشکر میکنم که تا اکنون ما را همراهی کردین و امیدوارم تا آخرین لحظات ما را همراهی کنین. با ما باشین و در این بخش از برنامه خانم جناب استاد در برنامه با خود دارین و من خیلی خیلی خوش آمدی میگم. جناب استاد در برنامه حضور یافتن و مهمان ما شدن. سپاسگزارم. به نام خالق یکتا و مهربان، درود و سلام دارم خدمت شما و بینندگان گرامی شبکه تلویزیونی اصلا و بخصوص عزیزان بیننده برنامه اصلا عریبا، اصلا همگی شان بخیر و امیده که همگی سلامت و سلامت باشن و بیننده برنامه خود باشن. تشکر بسیار زیاد و ما هم تشکر میکنیم جناب استاد از حضور شما در برنامه و بیننده هم همچنان به سلسله برنامه هایی که با شما جناب استاد دارین آشنایی دارن و من میخوایم که معرفی بکنین و امروز میخوایم روی چی موضوعی در برنامه صحبت بکنیم و اینکه صحبت بشه و هم قسمی که در برنامه های قبل روی نکاح و روی ازدواج و اساس و بنیاد خانواده صحبت شد. بسیار سپاسگزارم. قسمی که شما و بینندگان گرامی ما را دنبال کردن برنامه های ما را، خب بحث خانواده بود. ما در برنامه های قبلی رابطه به خانواده و نکات مهم مذهبه بخصوص در قسمت ای که تای چند مرحله تشکیل خانواده صورت میگیره ما صحبت کردیم و همچنان بحث خود گفتیم که تشکیل خانواده با مرحله خود نکاح صورت میگیره و در رابطه با شرایط نکاح و به خصوص شروط ضمن عقد نکاح هم ما صحبت کردیم و یکی از موضوعات مهمی که در بحث او خانواده مطرح میشه و زمانی که تشکیل میشه یک خانواده، او باید به خود جنبه رسمی بودن ببخشه و تی یک وثیقه رسمی او واضح و آشکار بشه که دقیقاً در برنامه روزی میخوایم خدمت بینندگان عزیز ما در رابطه به خود نکاحنامه صحبت بکنیم. یکی نکاحت، بعضی نکاحت میگم، بعضی نکاحنامه میگم. یکی نکاحت چی هست، چگونه گرفته میشه، چی اهمیت داره و اینکه تا چی ساعت در جامعه موضوع یک فرهنگ شده و نشده. میخوایم در رابطه به این موضوعات خدمت عزیزان بیننده صحبت بکنم. تشکر بسیار زیاد جناب استاد، واقعا موضوع خیلی خوب و مفیدیه که امروز میخوایم روی ازش صحبت بکنیم و قبل از اینکه وارد از این موضوع بشین و روی ازش صحبت بکنیم، اگر شما اشاره داشته باشیم که خودت تا چه زمان ای فرض میشه یا به نحوی ای باید حتمی باشه که زن و شوهر بیان نکاحنامه داشته باشن و ارتباط خود به صورت رسمی مکتوب بکنن. بسیار ممنون. اگر ما بیایم از لحاظ قانونی و حقوقی بحث بکنیم، بر حسب ماده 61 قانون مدنی کشور ما بیان شده که زمانی که زن و شوهر عقد نکاح میکنن، باید بیاین عقد نکاح خود در یک محضر رسمی درج بکنن، یعنی بیاین ثبت یک نهاد رسمی بکنن و در اونجی برای خود عقد نکاح بگیرن. یعنی از لحاظ حقوقی، از لحاظ قانونی، یعنی باید به محض همو انجام عقد نکاح باید همو نکاحت ترتیب بشه و زمانی که دو نفر زن و شوهر از لحاظ حقوقی و شرعی اعلان میشم، همو زمان در دست خود نکاحت داشته باشم. اگر ما بیایم نگاه بیاندازیم در دیگر کشورها، چی کشور اسلامی چه غیر اسلامی،
یک فرهنگ خیلی عام هست و در هر منطقه و جای دور و شهر و دور از شهر و اینها زمانی که دو شخص میخواین ازدواج بکنن و نکاح میکنن همون لحظه در همون نکاح در داخل یک وثیقه و یک سند درج میشه و زمانی که همون عقد دو شخص را زنش را اعلان میکنه همزمان نکاح ختم به اونها میره و در اون زمانی که نکاحت به زناشوی تفویض میشه شاهدان هستن و او را امضا میکنن و به این راحت همگی مردم داور نکاحت و نکاحنامه هستن و پولیس های از او یک خیلی راحت و آسانتی میشه. اما در داخل کشور ما از لحاظ قانون اگر ما نگاه بکنه که این بحث میگه به محض انجام عقد نکاح باید نکاحت ترتیب بشه، ولی خب نظر به این که هنوز در کشور ما ایجا افتادن ایران و ماشنانی هست، حالا هر زمانی که زن و شوهر اقدام به گرفتن نکاحت بکنن زمان برای از اونا هست، یعنی قانونگذار نماده زمان قید نکرده که بیان بکنه که مثلا الا چند مدت یا چی زمانی باید فرد برای خود نکاحت بگیره. از زمانی که دو فرد ازدواج میکنن تا زمانی که حیات داشته باشن، هر دو زن و شوهر و فوت نکنن زنده باشن، از زمانی که بخواهن برای خود نکاحت گرفته میدن. تشکر شما استادی. مراحل از این که یک فرد بیای نکاحت یا نکاحنامه بگیره، چگونه میتونه یک فرد بیای نکاحنامه بگیره و اقدام بکنه تا این بتونه به دست بیاره؟ بسیار ممنون. موضوع خیلی خوب اشاره کردین. اکثر شهروندان ما شاید با نوعی گرفتن خود نکاحت آشنا نباشن و حتی شاید این متوجه نباشن که کدام ارگان یا کدام نهاد دولتی او صلاحیت ترتیب و تهیه خود نکاحت داره. در قدم اول میخوام این بیان کنم خدمت عزیزان بیننده که صلاحیت تهیه و ترتیب ارگان نکاحت محکمه وثائق محکمه شهر ما داره، یعنی در داخل ما در داخل محکمه استیناف داره که محکمه استیناف باز چند بخش داره. یک بخش از منام محکمه وثائق گفته میشه که او محکمه وثائق صلاحیت دادن یا مو تهیه و ترتیب نکاحت داره. اگر ما میخوایم نکاحت بگیریم پس ما نباید به ولایت یا سلطان‌والی یا قمندانی امنیه یا دیگر نهادها مراجعه بکنیم، ما باید فقط صرف به خود محکمه وثائق محکمه شهری مراجعه کنیم. اما اینم در وقتی گرفتن نکاحت باید متوجه باشیم که ما در ولسوالی هم در هر ولسوالی محکمه داریم. در گرفتن خود نکاحت شرط که سگوارد فیلی شخص کجا باشه، به هر منطقه که نفر فعلا زندگی بکنه از محکمه همون منطقه به او نکاحت منی، یعنی یک قسم یک قیودات درج نشده در گرفتن نکاحنامه که بس سکونت اصلی نفر در نظر بگیرم، نه به هر جایی که ما زندگی میکنه. فرض کنه ما از هرات به کابل زندگی میکنه، ما از کابل به قندهار زندگی میکنه، به هر جایی که فعلا زندگی بکنه ما از همون منطقه فعلی خود میتونیم نکاحت بگیریم. پس برای گرفتن نکاحت ما باید اول ببینیم که ما در کجا زندگی میکنه، در ولسوالی هستیم یا در شهر هستیم. اگر ما در ولسوالی زندگی میکنیم یا جایی که ما به یک ولسوالی میشه، در ولسوالی که هست یک محکمه هست، یعنی بخش بندی منا و سایق و چیوشینیه یک محکمه هست، در داخل شهر محکمه و سایقه. حالا اگر ما داخل شهر بودیم و ولسوالی بودیم ما یک عریضه می نویسیم مبنی بر گرفتن نکاحت و داخل از او عریضه مشخصات مرد و زن و محل سکونت فعلی آنها و اینکه به چی تاریخ اینو عقد نکاح کردن مشخصا روز ماه و سال باید درج بشه و اینکه چند سال است از ازدواج اینها گذشته. این باید در داخل هم عریضه خیلی عادی مثلا حتی خود افراد میتونن که هم عریضه رو بنویسن که ما خانه یک نکاحت هستیم و بتخ ازدواج کرده. بعد عریضه خود میارن به محکمه تقدیم میکنن. زمانی که از به محکمه آوردن خب مأمور رئیس محکمه عریضه را احکام میده و یک نو فرم برای حالا طرفین میده و اینم متوجه باشین که در وقت پیش درخواستی خود نکاحت یا عریضه یکی از زن و مرد باید حتما اونا چی کنن، یا مرد همی درخواستی نکاحت بده یا خانم، یک از آن باید باشن. این لازمه زمانی که اونا عریضه رو پیش کردن به اونا فرم میده، در اون فرم به علاوه از این که در قسمت اولی فرم مشخصات زن و مرد درجه، فرم دو قسمت داره. قسمت دوم از او که هست در اونجا باید 4 تا شاهد و ملا امام مسجد او فرم چکا کنه،
شخص کنه، امضا کنه، اسم خود بنویسم. بعد او فرم اگر در داخل شهر باشم پیش وکیل گذار برده میشه، اگر در داخل قریه باشم پیش اربار محل برده میشه و اونجی اربار محل وکیل گذار از اینکه امو شاهدا و امام محل که از این محل هستم اونا چکار رو تصدیق میکنه، مور امضا میکنه. و پس از اگر اونا داخل شهر باشن باید فرم نکاحت امراض صفحه خانه خود او به ناحیه بیارن، باز ناحیه آخرین مور رو امضا میکنه و فرم همراه عریضه و هم تکمیل میشه. بعد از او زن اومد باید به علاوه از این که فرم و عریضه خود به محکمه وثائق میارن، باید همزمان از دو نفر شاهد، شاهد عقد نکاح، یعنی یک شاهد از طرف مرد، یک شاهد از طرف زن، و سعی کنن که شاهد که طرف زن یا پدری باشه یا برادری باشه، یعنی کسی که صلاحیت سفارشی ام خانم داره، همراه دو قطع عکس هر کدام، یعنی هم خانم هم شوهر و هم دو شاهد، هر کدام باید دو قطع عکس همراه خود داشته باشن، متصور اصلی خود همراه عریضه و فرمه خود، این را میارن او را به محکمه وثائق تسلیم میکنه یا به محکمه ولسوالی. وقتی که تسلیم کردن بعد از او زمان مشخص از او گفته میشه و باز عروض زن و مرد خواسته میشن، شاهده خواسته میشن، شاهده بیان میکنن که این دو شخص با همدیگر زن و شوهر هستن و اینها چند سال قبل یا مثلا یک ماه دو ماه قبل عقد نکاح کردن و بعد از او به همو نشان شست و امضای همگی افراد گرفته میشه و به ترتیب نکاحت ترتیب میشه و برای دو شخص داده میشه. اما اینا متوجه باشن که در وقت گرفتن نکاحت زن و مرد هر دو باید دارای تذکره تابعیت باشن. یکی از مشکلات امروزی هم در شمای نقیه که در از مردم تذکره هم ندارن، بدون تذکره تابعیت اینها نمیتونن که برای خود نکاحت بگیرن، یا امکان داره که تذکره اینها مفقود شده باشه یا باطل شده باشه به هر طریقی که باشه، و این هم لازمه که در هنگام گرفتن نکاحت تذکره اصل از او برای باشه، کپی اصل نمیتونه که مشکل اینا رو حل بکنه. و موضوع دیگری هم که نقص من گرفتن نکاحت هسته بحث مسئله سن هسته که زمانی که دو شخص میخواین برای خود نکاحت بگیرن باید سن قانونی ده چکار کنن؟ پوره کرده باشن، که سن مزدور سن قانونی، سن قانونی ازدواج هسته، که سن قانونی ازدواج برای پسر تکمیل 18 ساله و به دختر تکمیل 16 ساله هسته، یعنی همون تذکره که اینها تقدیم میکنن بس به تذکره باید دختر تکمیل 16 نموده باشه و پسر تکمیل 18، یعنی زمانی که این میارها درست باشه، سن و تذکره و این مسائل باشه، در این صورت با تعمال کردن همین مراحل میتونن که برای خود نکاحت بگیرن. تشکر بسیار زیاد جناب استاد. و اگر روی مراحل گرفتن نکاحنامه اشاره کردن، بیایم روی اهمیت و فایده که خود نکاحت زمانی که میگیرن بیایم روی از اینا اشاره داشته باشین که چی اهمیتی در زندگی داره و فایده از چی هست که ما بیایم قبل از اینکه ازدواج میکنن یا بعد از اینکه ازدواج میکنن بیایم نکاحنامه هم حتمی داشته باشن و بتونم اون بگیرن. بسیار ممنون. دقیقاً وقت ما از نکاحنامه صحبت میکنیم و یک میگیم که قانون یعنی افراد مکلف که در موضع برای نکاحت بگیرن، حتما این سری اهمیت یا اهداف در او هست که به زندگی هر یک از ما شهروندان مهم هسته، چون خود گرفتن نکاحت یا داشتن نکاحت یکی از جمله حقوق اساسی هر شهروند در داخل یک جامعه هسته. نمی اساس خود گرفتن نکاحت از جمله داشتن ممیزات بسیاری داره که از جمله از او یکی این هست که زمانی که دو فرد خود نکاحت میگیرن اینا از خود صحت نکاح و درست بودن عقد نکاح اطمینان حاصل میکنه، هم خودم فامیل های از اونا ما در بنامه قبلی گفتیم که بعضی وقتا امکان داره که دو نفر یک عقد ازدواج میکنن، اینا شاید با هم دیگر محرم رضایی باشن، شیخوره باشن و اینها چون در وقت عقد نکاح متوجه نمیشن این مسئله، یا امکان داره که دختر زیر سن باشه، خوشسال باشه، اما اگر این نکاحت گرفته بشه خب محکمه برای دختر زیر سن خوشسن نکاحت نمیده، عقد نکاح جایی نمیسازه. پس ای بر ای اساس که میتونه از لحاظ خود همو ای که یک نکاح صحیح شرعی قانونی و درستی هسته میتونه که طرفین مطمئن ببخشه. اگر ای که
اگر به محض زخم دانه‌کاک گرفته بشه که خیلی بهتره. حرف دوم یا این هسته که به دو طرف زن و شوهر یک نوع امنیت، اعتماد و اطمینان ایجاد میکنه، مبنی برای که احساس میکنن که امیر رابطه ازدواج از اونا داخل یک سند درد شد، این محکمتر شد، این مستحکمتر شد و اعتماد زن و شوهر نسبت به همدیگر بیشتر میشه و همو صمیمیت آنها نسبت به همو زندگی اونا بیشترتر میشه و حس محکم بودن پایه های زندگی در خود با گرفتن نکاحت میتونه که بیشترتر و بهترتر باشه. و هدف سوم یا ویژگی سوم که نکاحت گرفتن داره جلوگیری از اختلافات میشه. خیلی از اختلافات که بین خانواده های ایجاد میشه به خاطر بعض ادعا، مثلا به خاطر فریبکاری یا بعض موضوعات به خاطر مسائل عدم وفا به شروط و این مسائل و اینها، اگر ما در هنگام عقد نکاح بریم نکاحت بگیریم، این اختلافات با آینده دیگه ایجاد نمیشه، چون وقتی که توسط مکان نکاحت گرفته میشه قاضی از همه جوانب خود مطمئن میسازه و پس از او نکاحت تفیض میکنه. پس از یک سری از اختلافات و جنجال ها و شکست های بعدی زندگی گرفتن نکاحت جلوگیری میکنه. موضوع بعدی خود نکاحت تضمینی برای شروط ضمن عقد نکاح. ما در برنامه قبلی گفتیم که در ضمن عقد نکاح بعضی از شرطها میشه که زن و شوهر برای خود چکار کنن؟ درج بکنن، بگذارن. مثلا زن شرط بکنه که با تو در همین جا زندگی بکنی، یک سری شروط درج بکنه. اما لحاظ قانونی میگه شروطی که در عقد نکاح ما شرط چیزی که شرط میگذاریم، اینا وقت جنبه رسمیت پیدا میکنه که با داخل نکاحنامه درج شده باشه. یعنی به روی کاغذ صفت هرچه ما نوشته بکنیم، اگر بیم باینده ادعا بکنیم، امکان داره که ادعای ما چی نباشه؟ درست اصلا قبول نمی کنه گفه ما، چون کاغذ صفت هیچ مدار اعتباری نداره. اما نکاحت که توسط یک نهاد دولتی مثل محکمه تیوه ترتیب میشه، در داخل از هرچه که نوشته بشه او گفه ما دور مدار اعتبار هسته. بس برای اساس خود نکاحت یک تضمینی برای شرط های هسته که ما زیم نقد نکاح اونا رو میاییم درش میکنیم در نکاحت. و هدف بعدی دیگری که خود نکاحت داره این هست که خود نکاحت تضمین حقوق زوجین نسبت بر همدیگر هست. یکی از حقوقی که به خصوص این میتونه ما به مسئله حق مهریه اشاره کنیم که یک خانم وقتی میتونه ادعا بکنه که مهریه از او همین مقدار بوده، این چیز بوده، زمانی گپ از او ساعت داره که به داخل نکاحت یا نکاحنامه درد شده باشه. اگر در داخل نکاحت و نکاحنامه یک خانم در ذکر مریه نرفته باشه، یا اگر یک خانم نکاحت نداشته باشه، وقتی بی ادعا بکنه که فرزند محریم دو لگ یا سه لگ بوده، او گفت از او قابل اعتبار نیه. ستون سند در نظر از او که نکاحت باشه، در نظر از او سند نیست. پس برای اساس خود نکاحت میتونه تضمینی از برای حقوق زوجین باشه. و اهمیت اخیرم جلوگیری از ازدواجهایی که خلاف شریعت و قانونه، که ما در برنامه قبلی گفتیم ازدواجهای مثل علیشونی، ازدواجهای مثل ازدواجهای اجباری یا زیر سن یا بددان در بدل خونبه ها، این رو ازدواج ها در یک فرمی صورت بگیره، اگر ای به وسیله نکاحنامه بخواه ازدواج صورت بگیره، پس در این صورت از قسم ازدواج جلوگیری میشه و در نهایت انمی و همگی دارای خانواده می باشن که به صورت صحیح، شرعی و قانونی خود تشکیل شده باشه. تشکر بسیار زیاد جناب استاد. به عنوان آخرین گفتنی اگر اشاره‌ای داشته باشیم به صورت کوتاه در مورد از اینکه گرفتن نکاحنامه یا فرهنگ گرفتن نکاحنامه تا چند روز در جامعه ما رواج یافته و زوجین به دنبال از این میرن که تا بیان نکاحنامه بیان نکاح خود به صورت درست وارد یک سندی بتونن مکتوب کنن. بسیار سپاسگزارم. در داخل جامعه و کشور ما متاسفانه خود فرهنگ نکاحنامه آنقدر جا نیفتاده که افراد برن به خود نکاحت بگیرن، مگر اینکه زمانی که میخواین سفر بکنن به سفارت کنسولگری مراجعه میکنن و وقتی که او از اونا نکاحت میخواه، او وقت هسته که اینها میآیند برای خود به فکر گرفتنه نکاحت میشه. یعنی قبل از اون یک قسمی در خانواده زمانی که دختر پسر عقد نکاح میکنن، بعد عقد نکاح خود صبح
بیارن برن برای خود نکاح خط بگیرن. و حتی بیشتر از خانواده ها، مثلا بزرگان خانواده از این موضوع ممانعت میکنن، یک خیلی یک کار خوب نمیشمارن و اصلا رفتن به محکمه میگم که تاولی اصلا کس از فامیل ما پای خود به محکمه نگذاشته، مایشه به داخل محکمه بریم، و این خیلی یک امر ناپسندی، یک کار خیلی نامشروعی حساب میکنن. من خیلی از خانم های دویم که بخاطر گرفتن نکاح خط تا حدی بوده که طلاق میخواسته که بین او خانواده ایجاد و جاری بشه، که چه باید نکاح خط گرفته بشه. وقتی نکاح خط مثلا میگیره احساس میکنن که زن یا مرد در اونجی یک پلان سوی یا یک برنامه به علیه از این فامیل داره، این گونه فکر میکنن و نظر به اتفاقات کسته مگر دیگه زمانی که یعنی یک نهاد اونا مجبور بکنه مثل قسمگیری یا مثلا بخاطر گرفتن پاسپورت به اون وقت مجبورن میانن برای خود نکاح خط میگیرن، در حالی که از لحاظ قانونی و شرعی و حقوقی گرفتن نکاح خط یک امر خیلی خوب و نیک و پسندیده هسته، به خاطر که بهترین صفت از این هسته که همین سفر کردن برای خانم ها و برای زن زن و مرد راحت میسازه. یعنی خیلی افراش را میخواستن برای سفر آجل داشتن، وقتی مراجعه کنه نکاح خط نداشتن، بعد میاین یک هفته دو هفته یک مدت سرگردان گرفتن نکاح‌نامه میشن، امکان داره از فقر باز بمونن، امکان داره خیلی دیگه از لحاظ مالی خسارات ببینن، این به خاطر اینکه اونا نکاح خط نداشتن. پس در داخل جامعه ما متاسفانه هنوز به صورت عموم یا به صورت عام از او گرفتن نکاح خط یک نوع فرهنگ عام نشده و مردم زمانی که مجبور بشن و نیاز اشد بشه در اون صورت که به گرفتن نکاح خط اقدام میکنه، در حالی که در بعضی از جامعه مثلا کشور ایران گرفتن نکاح خط به اونجی اجباری هسته، باید به اجبار، ولی در قانون کشور ما بس اجباری بودن اختیاری بودن نبود، اما لحاظ قانونی گفته که خانواده ها مکلف هستن که نکاح خط داشته باشن. پس در داخل کشور ما ما متاسفانه خود بحث گرفتن نکاح خط هنوز یک فرهنگ عام و یک فرهنگ حسانه هم نشده و بعضی از فرهنگ ها جلوگیری میکنن و خیلی کم هستن که به خاطر حل مشکل خانواده به گرفتن نکاح خط به محکمه مراجعه میکنه. تشکر بسیار زیاد جناب استاد، و ما امیدواریم که گرفتن نکاح‌نامه جزی از ازدواج بشه و تونم خانواده ها بیدن در نظر گرفتن عرف و موضوعاتی که خود شما اشاره کرده میتونم صورت درست نکاح‌نامه گرفته باشه. تشکر انشاءالله. و تشکر میکنم از بیننده های گرامی که تا کنون ما همراهی کردن به این ساعت و با بخش های مختلف مهمان هایی که در برنامه داشتین ما را همراه بودن و بیننده برنامه خود بودن. برنامه عصر حریبا امروز به همینجا به پایان میرسه، تا روز بعد که مهمان خانه های شما گرامیان هستیم، شما به خداوند یکتا و بی همتا میسپارین، شب و روز خوب و خوشی داشته باشین و ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید.